خواستم دعوت بکنم از آقای درویش تشریف آوردن به افتخارشون دست بزنید یه کوتاه هم برای ما صحبت بکنم ببخشید من جسارت کردم دعوت کردم بدون هماهنگی همیشه خردمند امیدوار نبیند به جز شادی از روزگاه خیلی خیلی جلسه خوبی بود فیلم بسیار آموزنده بود من هم مثل همه شما از دیدنش لذت بردم و فکر میکنم که به آگاهی ما برای ادامه مسیر بسیار کمک کرد این موفقیتی که همیشه ازش یاد میشه در آمستردام و در کشور هلند، کشور دانمارک، آلمان میبینید که به این راحتی ها به دست نیومده مخالفت های جدی در موردش وجود داشته و هزینه های گزافی دادن و قصه از دهه 1960 و 1970 شروع شده تا به اینجا رسیده در مورد دانمارک هم شما میدونید که از روزی که تعداد دوچرخه سوارها بیشتر از تعداد خودرو سوارها شد یعنی از سال 2017 اعلام شد که این دستاورد حاصل یک برنامه 47 ساله بوده پس ما هم باید خودمون رو آماده کنیم صبور باشیم ادامه بدیم از محله ها شروع کنیم و یک بحث جالبی یکی از این کسایی که تو فیلم بود یه خانمی مطرح کرد که از ما میپرسن که اول باید زیر ساخت ها فراهم باشه یا اول باید دوچرخه سوارها باشن چون خب اگر زیر ساخت نباشه دوچرخه سواری در شهری که مسیرهای ایمن دوچرخه سواری نداره بسیار میتونه خطرناک باشه و اگر که ما فقط به زیر ساختا فکر کنیم و کسی دوچرخه سوار نباشه بیش همین وضعیتی که تو شهر ما هست موتورها میان توی مسیرهای ایمن دوچرخه سواری اندکی هم که ساخته شده و شرایطی رو فراهم میکنن که شهروندان فکر میکنن اینها در واقع هدررفت هزینه هایی بوده که به شهر تحمیل شده و در واقع پاسخ این بود که هر دو باید به صورت همزمان حرکت کنه یک نقطه خیلی مهمی که توی این فیلم در موردش صحبت شد بحث گران شدن نفت بود و چالش انرژی که در دهه 1970 میلادی دنیای آن زمان رو تکون داد و به هر حال این کشورهایی که نفت‌خیز نبودن یک بار با قیمت سرسام‌آور افزایش سوخت و بنزین روبرو شدن و یک جورایی در حقیقت این اتفاق بد و ناخوشایند کمک کرد به تسهیل تغییر مبلمان شهری از خودرومحوری به بوم‌محوری این قصه، این نقش این آدم بده توی این ماجرا خیلی نقش جالبی بود و من همیشه این رو به کنشگرهای محیط زیستم میگم که بعضی موقع ما باید درس بگیریم از اتفاقات ظاهراً ناجوری که اطرافمون میفته من ماجرای روستای دره‌تفی رو تا حالا چند بار تعریف کردم که روستای دره‌تفی یکی از روستاهای مقصد گردشگری ماست که به طرز شگفت‌انگیزی سالانه چند هزار نفر از این روستا بازدید میکنن ولی اگر یه آدم ناجوری در این روستا نبود که یک درخت توت کهنسال رو قطع نمیکرد و آشیان یک زوج لکلک رو از بین نمیبرد هرگز دره‌تفی دره‌تفی نمیشد هرگز مهاجرت معکوس درش اتفاق نمیافتاد هرگز الان 108 جفت لکلک اونجا وجود نداشت بستنی فروشی ها و برند دره‌تفی معروف نمیشد و در واقع هم حال مردم و هم حال طبیعت به این شکل شگفت‌انگیز و رویایی که الان در دره‌تفی در کنار دریاچه زریبار میبینیم خوب نمیشد اون زمانی که این شهروند درخت توت کهنسال رو قطع کرد بسیاری نفرینش میکردن اما کاراکترش در جایی قرار گرفته بود که بعد از 12 سال باعث شد که حالا خیلی ها بهش درود بفرستن شاید ما هم نیاز داریم به نقش همچین آدم بدی که یک شوکی رو وارد بکنه مثل شوکی که در هلند وارد شد و باعث شد که دولت مداران و سیاست مداران محافظه‌کار هم تشویق بشن به اینکه از ترویج دوچرخه سواری حمایت بکنن البته تو فیلم دیدید که حتی ملکه
هلند هم دوچرخه سوار میشه و این بسیار مهمه. بسیار مهمه که طبقه انتلکتوال این کشور، اساتید دانشگاه، نمایندگان مجلس، سیاستمداران رو مردم ببینن که سوار دوچرخه میشن، از وسایل نقل عمومی استفاده میکنن، هنرمندان نامدار و محبوبشون رو ببینن که از دوچرخه استفاده میکنن. من یه پرسیه که ما باید تلاش بکنیم به تدریج و با امید ادامه بدیم تا این اتفاقی که در هلند رخ داده اینجا هم رخ بده. اما اولش هم دیدیم که گفتش که خیلی ها فکر میکنن که هلند چون شیب نداره به این خاطر موفق بوده، و خیلی از شهرهای دیگه هستن که شیبشون به مراتب کمتر از هلند. تمام شهرهای شمالی ما، شهرهای مرکزی ما اینطوری هستن و این اتفاق درشون نیفتاده. یه جور فرافکنیه که بگیم مثلا در تهران چون 30% معابر شیبی بالای 5% داره و در نتیجه برای دوچرخه سواری مناسب نیست، یا اینکه چون مسیرهای طولانی حمل و نقل وجود داره در نتیجه برای دوچرخه سواری مناسب نیست. همه اینها رو این فیلم پاسخ میده و به نظر من یک کار آموزشی بسیار بسیار حرفه‌ای و خوب بود. منم به سهم خودم قدردانی میکنم از عزمی که باعث شد این فیلم امروز اینجا پخش بشه. درود بر شما. چند جا از اتحادیه دوچرخه سواران اسم اومد، یعنی واقعا اتحادیه دوچرخه سواران اونقدر اندیشمند بودن، تربیت شده بودن و اونقدر پیکار بودن، تونستن این کارو پیش ببرن. این خیلی مهمه. ما متاسفانه این اتحادیه رو نداریم. بله، هر چقدر که ما تشکل منسجم‌تری بتونیم ایجاد بکنیم، قدرتمون تو جامعه مدنی افزایش پیدا میکنه و به هر حال هزینه هم داره. ولی خیلی اشاره خوبی کردیم، باید بتونیم تریبون داشته باشیم، نمایندگان جامعه‌ای که دوست داره مبلمان شهرش تغییر بکنه بتونه با اعضای شورای شهر و شهردار و نمایندگان تهران در صحنه بهارستان گفتگو بکنه و به این ترتیب مطالبات خودشون رو پیگیری بکنه. خونش های رسدا اجتماعی اون رو به رأس هرم ببریم در بدنه، یعنی در واقع خودمون باید اون گفتمان لازمه رو بین خودمون نوادینه بکنیم تا بتونیم تا برسیم به اون رأس هرم. وقتی ما روح‌های دوچرخه سواری داریم منفک، پس لازمه اون اتحاد و اون اتحادیه این هستش که ما بتونیم اون در واقع انسجام ابتدایی رو بین خودمون تشکیل بدیم تا برسیم به رأس هرم. یعنی اون مطالبات خودم رو از اون هرم یا شهرداری هستش یا شورای شهر هستی رو در ابتدا باید خودمون به یک جمع‌بندی و یک رفاق گروهی برسیم. من به سوال هم ببین، این مسئله خیلی مهمه و جدی هم هست، ولی یک امتیازی که ما امروز در اجاره سفون داریم، در قرن 21 داریم و اون زمان که اونها شروع کردن به کار در دهه 1970 و 60 میلادی نداشتن، شبکه اجتماعی قدرتمندی که الان وجود داره و میتونه این همدلی ها و وفا رو بیشتر کنه. من صبح امروز به دوستانم گفتم که آیا استقبال خوب بوده از مراسم؟ نیاز هست ما تبلیغ بیشتری بکنیم؟ و گفتش که نه، خوب بوده و دیگه نیاز نیست، ممکنه ما شرمنده بشیم و فضا کم بشه. بدون اینکه هیچ تبلیغ تلویزیونی اتفاق بیفته، در روزنامه‌های کسرل انتشار شما این مراسم رو اعلام بکنید، همین گروه‌های و شبکه‌های اجتماعی که دارید باعث شده که دور هم جمع بشیم و یه فرصت بی‌نظیره که میتونیم ازش استفاده بکنیم برای همدلی‌های بیشتر. میتونیم در فضاهای آنلاین در واقع کارگاه‌های آموزشی در این باره برگزار بکنیم. خودمون رو باید تجهیز بکنیم، دانش خودمون رو باید زیاد بکنیم. یکی از اتهاماتی که به مروجین دوچرخه سواری میزنن و میبینید که در سخنان آقای زاکانی و نمایندگان شورای شهر تهران هم هست، میگن که آقا شهری که شدیداً آلوده است هواش، چی میگید شما؟ برای چی میگید از دوچرخه رد استفاده بشه؟ و این به نظرشون میسه خیلی مسئله بدیهیه که این حرفو که میزنن، در صورتی که مطالعاتی که الان در همین دانشگاه آمستردام انجام شده، در دانشگاه کالیفرنیا، میگه که تا شاخص 150 استفاده از دوچرخه به مراتب خطرش برای سلامتی
کمتر از اینه که شما سوار این ارابه های آهنین بشین و شیشه هاتون رو ببین بالا. و بعد از شاخص 150 اصولا هر نوع حرکت و تردد در شهر به شدت خطرناکه. خب ما تا همین 3 سال پیش تعداد روزهای از شهر تهران که شاخص آلودگیش 150 بود به 11 روز هم نمیرسید. اخیراً این تعداد متاسفانه رسیده به 90 تا 100 روز، ولی باز هم 265 روز سال به راحتی شما میتونید دوچرخه سواری بکنید. پس بنابراین ما حرفای زیادی هم داریم، مضافاً به اینکه هر تعداد آدمی که بیشتر دوچرخه سواری بکنه، یعنی از بار آلایندگی کمتر کرده، از آلودگی صوتی کمتر کرده، هدر رفت وقت شهروندان رو کم کرده، ترسیب کربن رو بیشتر کرده. شما میدونید وقتی بحث یه میلیارد درخت میشه، ما همیشه میگیم کسی که یک هفته دوچرخه سواری بکنه و مطلقاً از سوخت فسیلی در تردد‌های خودش استفاده نکنه، عین اینه که 57 درخت کاشته. و چه ثوابی از این بالاتر؟ آقای درویش خیلی ممنون که تشریف آوردین. من میخواستم صحبت خصوصی کنم، گفتم خب چه بهتر که همه دوستان و تاثیرگذاران اینجا هستن همینجا بپرسم. الان پروژه اتحاد 4 تا کارگروه داره: کارگروه شهری، آموزش دوچرخه سواری و رسانه و افراد دارای معلولیت که بحث پاراسایکل در واقع داریم. خب ما داریم یعنی ثبت سیبیوم رو فعلا برای شناسنامه دار شدن برای اتحاد دادیم به ستاد سازمان‌های مردم نهاد که 2-3 ماه پیش دادیم، الان دیگه شناسنامه هم رو بایستی تحویل بگیریم. و برای بحث انجمن یا انجمن سنفی داریم قدم برداریم. توی این کارگروه‌ها تاثیرگذاران، سرگروه‌های دوچرخه و حامیان شرکت میکنن. میخوام بدونم نظر شما در این باره چیه؟ چون یه نقدی هست، حالا جامعه کوهنوردی که 100 سال از ما جلوتر هستن به ما میکنن و میگن که شما بیکاری میخواین برین ثبت کنین، شما در واقع انجمن های مثل انجمن کوهنوردی که حالا آقای محمدی آقای اینجا بودن خوب بود، الان دیگه کاری انجام نمیدن، نمیدونم دیگه چی میگن و میگن انجمن سنتیا به یک ببخشید فسادی کشیده شدن. معذرت میخوام، من میخوام واقعیت ها رو بگم و از زبان شما و نظر شما رو بشنوم. ممنون میشم در این باره شما نظرتون بگید. ببینید حرکت های گروهی سنتی تشکلی البته هزینه داره، به خصوص در جامعه‌ای که اجازه فعالیت های مدنی به هر دلیلی بهش داده نمیشه و تمامیت خواهان یا توتالیتاری‌ها اجازه نمیدن که ظریف نفوذ تشکل های مردم نهاد افزایش پیدا بکنه. اینو ما باید بپذیریم. خود من در زمانی که مدیر کل مشارکت های مردمی در سازمان حفاظت عمومی سیز بودم و به جد تلاش میکردم تا شبکه تشکل های مردم نهاد در حوزه محیط زیست شکل بگیره، بعدا شاهد این بودم که نهادهای امنیتی خود شبکه رو هدف قرار میدادن و میگفتن اگر اون شبکه رو ما بتونیم تحت نفوذ قرار بدیم، اگر بتونیم اون شبکه رو از کارهای بندازیم، کار بزرگتری رو انجام بدیم. پس کسی که وارد این حوزه میشه باید متوجه سنگلاخی بودن این مسیر بشه. این کار آسونی نیست، ولی در این حال راهیه که باید بریم. اصلا همین بله کاملا. ببینیم الان الان دارن میگن که زمانی که شوراهای شهر نبود، زمانی که دهیاری ها نبودن، میزان تخریب ها و تخلف ها کمتر بود. بسیاری از اعضای شورای شهرها رو شما میبینید در جاهای مختلف میگیرن به عنوان متخلف، زندانی میکنن. همین ها هست، یعنی این مسیر رشد، این مسیر بلوغ، این مسیر دموکراسی که باید طی بشه و ما نباید به این بهانه ها جلوی این مسیر رو بگیریم. اگر که میخواییم در واقع قدرت داشته باشیم و این قدرت ما رأی‌آور باشه و بتونه صحن بهارستان رو متأثر بکنه، حتما باید تشکر داشته باشیم و حتما باید قدرتمندانه حرکت کنیم. خب اگه سوالی نیستش که دیگه خیلی ممنون از ما. سلام آقای درویش، وقتتون بخیر.
من دو تا سوال داشتم از خدمتتون. یکی که فیلمو که دیدین نظرتون درباره مستند چی هستش؟ خب فیلم به نظر من بسیار خوب و آموزنده‌ای بود. راه دشواری که برای تغییر مسیر ایمن دوچرخه سواری با تغییر مبلمان شهری از خودرو محوری به بوم محوری طی بشه رو نمایش میده فیلم. فیلم خیلی خیلی ساده است، دوچار پیچیدگی نمی کنه، صداقت داره، همه چیز رو نشون میده که گل و بلبل بوده و به خصوص نشون میده که اگر که دولت هلند با تنگنای مشکلات سوختی روبرو نمیشد شاید هرگز نمیتونست به یه همچین موفقیتی برسه و اون اتفاق بد رو تبدیل کرد به یه فرصت خوب. این جمله هم در حسنتون اینجا هم آمستردام نیست؟ بله، من فکر میکنم که درسته که اینجا آمستردام نیست، اما فکر میکنم که یه روزی میشه که ما هم خواهیم گفتش که از آمستردام اینجا خیلی هم بهتره.